در تصاویر ویدیویی منتشر شده در یک رسانه اجتماعی، حمله ارتش آزاد سوریه و جنگجویان کرد به مواضع پیکارجویان دولت اسلامی در اطراف شهر کوبانی در سوریه در مرز ترکیه دیده می شود. در شمال عراق نیز پیشمرگان کرد زیر پوشش حملات هوایی ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا از پیشروی پیکارجویان به سمت شهر کرکوک جلوگیری کردند. ارتش عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد در تهاجم نیروهای امنیتی آن کشور در اطراف سد همرین در استان دیاله 100 پیکارجو کشته و 25 خودروی نظامی آنها نابود شد. بعد توکل علی الله ما توانستیم به شکر خدا و پشتیبانی نیروی هوایی 25 روستا را از پیکارجویان پاکسازی کنیم. در همین حال دومین هواپیمای حامل تجهیزات نظامی آلمان به پیشمرگان کرد در عراق اعزام شد. سخنگوی ارتش آلمان گفت سلاح‌های ارسال شده آماده استفاده هستند. Auf diesem Flugzeug befinden sich Sturmgewehre des Typs G3. هواپیمای دوم آلمان شامل تفنگ‌های G3، مهمات و خودروهای نظامی است. ارتش آلمان تجهیزاتی را ارسال می‌کند که کوردها بتوانند بلافاصله از آنها استفاده کنند. سومین و آخرین محموله نظامی آلمان نیز قرار است به زودی ارسال شود. مجموعه این کمک ها تجهیزات لازم برای 4000 پیشمرگه را تأمین خواهد کرد. در همین حال ترکیه روز سه‌شنبه برای اولین بار اجازه داد پناهجویانی که از خشونت داعش در سوریه به آن کشور وارد می شوند اتومبیل و احشام خود را به همراه بیاورند. دست کم 160,000 ساکن شهر کوبانی و مناطق مرزی سوریه وارد ترکیه شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز دوشنبه گفت اولین هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه شامل اتاق‌های پیش ساخته، تشک و لوازم آشپزی وارد ترکیه شده است. این در حالی است که پارلمان ترکیه قرار است روز پنجشنبه آینده نسبت به الحاق آن کشور به ائتلاف جهانی در جنگ علیه پیکارجویان داعش تصمیم گیری کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که پیشتر تصمیم گرفته بود به این ائتلاف نپیوندد، گفته است با آزادی 49 دیپلمات آن کشور که در اسارت داعش بودند شرایط تغییر کرده است و دیگر ملاحظات گذشته وجود ندارد. نیروهای نظامی ترکیه هم اکنون در مرز سوریه مستقر هستند. سارا فردا، صدای آمریکا.